چون تون 8 سال کار خاصی برای اینکه ساختار حکمرانی رو مردمی تر کنید و قدرت رو به مردم تفویض کنید کردید. ببینید دوبار ما دخالت کردیم دیگه. خب نتیجه چی شد؟ آقای خاتمی اومد تکرار کرد و به شکلی بخشی از اطرافیانشون مجلس دهم رو به اختیار گرفت. یه چیز منده بشینم اینجا شورای مرکزی درست کنم، یه چیز تصویب بکنه تا اون پایین همه تکرار کنه. اصلا اینطوری نیست. 20 تا وزرای ما همه کاندید ریاست جمهوری هست. اونا کجا در اومدن؟ دو تا جناح قدرت ما داریم. تمام جایگاهشون و فرصت‌هاشون از همین تمرکز قدرت و ضعیف بودن مردمه. و تو این کارو می‌کنی مردم مثلا روشون زیاد میشه. مسئله این که آقای احمدی نژاد روش هایی تعریف نمی کنید که مردم خودشون بیان وسط زمین و خودشون حق رو پس بگیرن. به عبارتی میگه شما تماشاچی باشین، من میرم و گل رو من میزنم، یا بالاخره همه کار میکنن یه نفر شوتو میزنه. درسته گل به نام اونه ولی گل مال تیمه. خب مجلس که نماینده 20% چطور میخواد با نماینده‌ای که از نماینده 70% جامعه است کل کل بکنه؟ نمیشه. دموکراسی نیست. مثلا قوه مجریه جگر زلیخا است الان. چرا پس سر این قصر گرفتنش دعواست؟ چپ و راست سر انتخابات 1400 همه دنبال صندلی دولتن. اصلا انتخاباتی وارد نشید. انتخاباتی من پاسخ نمیدم. شما آیا همچنان با خصوصی سازی موافقی؟ این مقداری هم که حمله میکنن علیهش به نظر من بی‌انصافی است. در واقع بیشترین تعداد بانک خصوصی در دوره 8 ساله احمدی نژاد به وجود اومد. آیا معتقد نیستین که اون بانک ها تبعیض رو در دراز مدت در جامعه ایران بیشتر کردن و بیشتر هم خواهند کرد آینده؟ که اساس بانک بر خلق پوله که بحث مفصلی است و من به شدت با این مخالفم. مثلا یه سوالی داشتم که دیگه نمیپرسم از شما. حالا بگید شما. ولی در یک دو سال گذشته بیشتر از صلح و آشتی صحبت می‌کنی، حتی آشتی با عربستان سعودی. آیا مبنای نگاه شما نسبت به شکلی نظام سلطه عوض شده؟ عربستان نظام سلطه است. آقای مرسی با کمک جمهوری اسلامی در مصر به قدرت رسید. محمود احمدی‌نژاد هنوز هم معتقده که اسرائیل باید از روی زمین محو شود. دیگه داره خرابش نکن دیگه، بذار ما کارمونو بکنیم دیگه.